وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه. برکت یعنی افزونی در نیکویی ها. به نیاز و هر حاجت در باب جسم، روان، روح و ایام زندگانی که در آن زیست می نماییم که همانا امید، آرامش، خوشی و امنیت جاودانه می باشد. و این فرمان در کتاب پیدایش باب 1 آیه 26 الی 28 در مسیر هدف مقدس خلقت از طرف خدای پدر صادر شد، هرچند آدمی از اراده خدا در دریافت برکت حقیقی غافل ماند و دور شد، اما وعده های خداوند به ایمانداران به توسط انبیا و کلام او گواه عشق به مخلوق خود می باشد و این آدمی است که می باید در رأی به برکت و به بعدی یکی را انتخاب کند. در کتاب تثنیه باب 11 از آیه 26 الی 28 نیز می‌خوانیم که این گونه اعلام می‌کنه: اینک من امروز برکت و لعنت را پیش شما می‌گذارم، اما برکت اگر اوامر یهوه خدای خود را که من امروز به شما امر می‌فرمایم اطاعت نمایید، یعنی به آنچه که اعلام کردید نیز وفادار باشید، و اما لعنت اگر اوامر یهوه خدای خود را اطاعت ننموده از طریقی که من امروز به شما امر می فرمایم برگردید و خدایان غیر را که نشناخته اید پیروی نمایید، یعنی دور از اهداف و کلام خدا زندگی کردن. و حال ما که به مسیح ایمان آورده ایم، مطابق انجیل مسیح صاحب تمام برکات از دستان خداوند می باشیم. فقط کافی است که با او زندگی کنیم، یعنی در کلام، در دعا و در پوری روح القدس در کنار خداوند باشیم تا اینگونه با او هم فکر و نیز همراه باشیم و امید دریافت برکات را هر روزه از دستان خداوند دریافت کنیم، چرا که این وعده نیکو برای فرزندان خدا هست. مطابق نامه غلاطیان باب 3 از 6 الی 8 اینگونه اعلام میکنه: چنان که ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد، پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند. و کتاب چون پیش دید که خدا امتها را از ایمان عادل خواهد شمرد، به ابراهیم بشارت داد که جمیع امتها از تو برکت خواهند یافت، بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایماندار برکت خواهند گرفت. و امروز من و تو هموطن عزیزم که به مسیح ایمان آوردیم، سفره پربرکت خداوند برای ما باز هست، مشروط بر اینکه هر روزه قبل از اینکه خبرهای بد، نگرانی‌هایی که اطرافمون هست ما را احاطه کنه، اجازه بدیم به توسط کلام خدا و در حضور خدا از محبت او نیز پر بشویم.